به شما و سپاس از همراهیتون توی این جلسه قصدم اینه که با بروکرهای مختلف آشناتون بکنم و بتونیم که بهترین بروکر رو انتخاب کنیم چون نقش بسیار مهمی بروکرها داره الان میخوام فقط اون دسته از دوستانی که تو آمریکا هستن و قرار دی ترید کنن شما وقتی که میخوای سوینگ ترید کنی همه بروکرها بدون محدودیت میتونی حساب باز کنی اما اگر میخوای دی ترید کنی یعنی معاملاتت رو قبل از پایان تایم کاری ببندی باز کنی و ببندی باید اگر تو آمریکا زندگی میکنی یه مشخصاتی بروکرت داشته باشه و هر بروکری متفاوته یه رولی وجود داره تو آمریکا بهش میگن پی دی تی رول یا پترن دی ترید رول این میگه اگر میخوای از سه تا معامله بیشتر تو بازه پنج روز باز و بسته بکنی به صورت دی تریدینگ باید مینیموم 25 هزار دلار تو حسابت باشه پس فقط مخصوص بچههایی که تو امریکا هستن و دی ترید میخوان بکنن یه موقع یه نفر یه دونه دوتا معامله باز میکنه دوتا سوینگ باز میکنه متفاوته پس نمیخوای اوورنایت نگرداری این به خاطر اینه که در واقع بتونن به شما مارجین بدن و بحث اگر کمتر باز کنی خب بحث کش میشه مثلا یه پوزیشن باز که 24000 هزار دلار تو درگیر کردی خب تو اکانت هزار دلار مونده دی تریدر دوست داره بهش مارجین بدن که بتونه دوباره با همون در واقع ترید کنه معمولا یک به چار یک به شیش میدن یعنی شما اگه معامله باز داری 24000 هزار دلار یه معامله باز دیگه دیدی میتونی یه فرصت معاملاتی دیگه دیدی میتونی معامله کنی پس این فقط مختص بچه‌ایه که میخوان دی تریدر باشن و تو آمریکا زندگی میکنن تو آمریکا حساب میکنن البته راه دور زدنش هم وجود داره با بروکرایی که آفشورن کار کنین مثلا بروکرایی که تو هاوایی ان تو نمیدونم جای مختلف سموره سن سنگ مثلا یکی از بروکرای خوب شورت تریدر یکی از بروکرای خوب سی ام جی اینا بروکرایی که میتونی باز کنی حساب باش دی ترید کنی تو آمریکا باشی و کمتر از هزار دلار برای باز کردن اکانتت هزینه کنی اما امروز هدفمون اینه که بهترین در حقیقت بروکرا رو به شما معرفی کنی خب اینجا من لیست بروکرا رو دارم حالا بروکرایی که تو آمریکا فعالیت میکنن بعضا شما از خارج از آمریکا میتونین حساب باز کنین هیچ محدودیتی نداره و حالا بچههایی که داخل ایرانن خب قاعدتا نمیتونن حساب باز کنن بروکرایی که خوبن کارایشون خوبه پلتفرم معاملاتی خوب دارن و دسترسی داری شما به بازارهای مختلف و اطلاعات و داده ها چند تا موضوع خیلی مهمه تو این بروکرا یک مینیموم یا کمترین مقداری که شما نیاز دارید تا پول بذاری و اون بروکر در حقیقت باهات حساب باز کنه مثلا الای اینوست که حالا این سایت بهش نمره 8.5 رو داده حالا خیلی من به این ریتینگ ها دقت کنم چون متفاوته برای باز بسته کردن ترید نکته دوم شما هر تعداد معامله که باز کنه نگاه کن نوشته اگه حتی تعداد معاملات بالاتر بره از 100000 سه بیشتر ترید کنی قیمت رو برات میاره پایین میگیره ازت برای باز کردن 4.5 دلار بسته کردن الان مثلا ای ترید 6.99 دلار پر ترید اینا یعنی هر تریدی که انجام میدی دقت داشته باشین تو اینا کمترینش معمولا 4.5 مثلا فدالتی 4.5 که با دست تریدرم هم کار میکنه. خود پلتفرم هم خیلی مهمه و مهم اینه که نگاه کنین چه تایپ هایی میتونین کار کنین مثلا ای ترید استاک پنی استاک آپشن فارکس فیوچرز همه چی رو دسترسی دارین بهش باز خیلی مهمه که از طریق وبسایت باشه از طریق نمیدونم اپل واچ باشه اگه دارین از طریق گوشی های همراهتون باشه بتونین دسترسی دارین همینجوری بروکرای مختلف مثلا فرست ترید الان نگاه کنین فریه یعنی از شما کامیشن نمیگیره یکی بهتر از فرست رید که همیشه من به شما معرف میکنم رابین هوده رابین هود فریه و هیچ چیزی نیاز ندارین که حتما بذارین حتی فکر میکنم در واقع لینکش پایین صفحه براتون میذارم میتونین زیر ویدیو استفاده کنین به شما یه سهامم میده حالا شانستونه چه سهامی بده یه سهامم بهتون میده میتونین باش کار بکنین و اگه سهام گرون باشه مثلا اپل یا گوگل من ندیدم اپل و گوگل بده اما سهام معمولی 7-8 دلاری میده مرلینچ میتونه خوب باشه اما همون که میبینین در واقع 4.95 پس اگه سوینگ تریدر هستین سرعت براتون مهمی رابین هود بهترینه براتون چون کامیشن نمیدین اگه در واقع دی تریدر هستین و تعداد س... در واقع تریداتون بالاتره خب شما یه بروکری رو میخواین که سرعتش بالاتر باشه سافر داشته باشه خود رابین هود سافر نداره پلتفرمش اگه من بیارم جالب خیلی پلتفرم ساده ایه و شاید خنددار باشه توی از طریق وب یه رابین هود یه پلتفرم داره واقعا جالبه مثلا نمودار سهام بیت کوین اینجوری نشون میده واسه تو گوشیش خیلی بهتره مشخصات دیگه ای هم داره این لایوش بذارین اوردر میتونین بذارین اما به حال نگاه کنین چارتش چقدر ضعیفه پس شما نیاز دارین به یه سافتور در کنار این استفاده کنین مگه اینکه جای دیگه به صورت رایگان مثل همونی که تو وبسایت گذاشتیم استفاده کنین investing.com بتونین اونجا تحلیل کنین و اینجا فقط خرید و فروش کنین که این کامیشنه رو ندین خیلی مهمه این کامیشنه این کامیشنه بعضا بعضی وقتا تو نقطه ریسک فری کردن برای خیلی اهمیت پیدا میکنه اما اون چیزی که من خودم خیلی دوست دارم اگه بخوام پیدا کنم اینجاست Light Speed یکی از بهترین از همه نرخش هم پایین تره شما نگاه کنین دونیمه اما مینیموم نیاز به ده دلار داره خب حرفه ای تره و بسیارم مختص در حقیقت میتونم بگم استاک نگاه کنین استاک داره پنی استاک داره و آپشن داره ما خیلی وارد مبحث پنی استاک ETF سی آپشن نمیشیم ما فقط با استاک کار داریم خیلی سخت نمی کنیم کارمون پس شما در نهایت با توجه به جغرافیایی که هستیم مثلا استاک ترید هم هست یه دلاره میتونین انتخاب کنین بروکر رو با توجه به مینیموم پولی که میخواین بذارین این یه سایتی هست انویستور جانکی در واقع میتونین ازش استفاده کنین یا اصلا توی گوگل هر جا بزنین بروکر ستاک بروکر میاره با توجه به کشوری که دارین هر جایی که زندگی میکنین فکر میکنم با فریه شروع کنین مثلا با رابین هود شروع کنین بهتره براتون خرابین هود شروع کنین آشنا بشین و بعد میتونین در واقع شورت تریدر باز کنین و کم کم وقتی سرمایه بیشتر میشه با بروکرهای بهتر یا ای ترید میتونه گزینه خوبی باشه اما هر چقدر هزینه شما پایین تر بشه بهتره هر چقدر امکانات بیشتری بروکرتون بده بهتره مثلا چارس شوا که با همدیگه جلسه گذشته صحبت کردیم و نمیبینم اینجا حالا چارس شوا رو فکر میکنم شاید تحت عنوان مرلین آورده باشن اینجا آره این هم از مرل ایج استفاده میکنه مثل اسمارت ایج چارچشوه و خیلی شبیه همه پس امیدوارم که کمکتون کرده باشم تا بتونین باز کنین میتونین توی گوگل جستجو کنین یک سری از بروکرها هستن بهتون پیپر تریدینگ میدن و میتونین از اونام استفاده کنین امتحان کنین میتونین تست کنین جایی که زندگی میکنین هر کشوری که هستین شاید یه بروکر اونجا بهتون آفره در حقیقت دمو بده استفاده کنین از فرصتش با نرم افزار کار کنین راحت جا بندازین این مطلع برای خودتون به حال من نمیتونم برای تک تک کشورها الان بهتون بروکر معرفی کنم من اون چیزایی که دور و اطراف خودم هست و به خودم کمک کرده رو بیشتر مد نظر دارم و میتونم تجربیات هم بگم نکته دوم نگران این چهار دلارای نیم ترید هم نباشین ترید شما حج پیدا کنه با یه سنت حرکت میتونه دو برابر سه برابر ده برابر این رو بگیره نکته بعدی هر چقدر حجم تریدتون بره بالاتر تریدرای بهتری بشین میتونین با بروکراتون نگوشیت کنین یعنی مذاکره کنین تا پایین تر ازتون بگیرن خود این در واقع یه هنره خیلی استفاده میکنن 5000 تا 10000 تا که در میارن 10000 تا میریزن به بروکرشون تماس میگیرن میگن که در حقیقت اجازه بدین تا در واقع ما، من دوست دارم یه بروکر دیگه به من پیشنهاد میده 3.5 دلار میگیره شما میتونی نرخ منو کمتر پایین تر بیارین یا من میتونم در واقع برم با اون بروکر همراهی کنم یه تریک های اینجوری هم وجود داره در مورد پی دی تی رول بچههایی که تو آمریکا زندگی میکنن و دی ترید میکنن حواسشون خیلی جمع باشه یک بار اون قانون رو میتونین به بروکرتون بگین که در حقیقت اگه اون قانون رو رعایت نکنین پولتون بلاک میشه تا وقتی که به 25000 دلار برسونین فقط یک بار استثنا وجود داره که میتونین در واقع اینجوری شد این اتفاق افتاد به بروکرتون بگین که آقا نمیدونستم و اونا باز میکنن نکته دیگه که هست اگر میخواین اون کارو بکنین دو تا راه دارین پی سی رول میخواین دور بزنین یا بروکرای آفشور که هزینه بیشتری بهشون میدی کار میکنی یا اینکه میای تو دو سه تا سه چهار تا بروکر دیگه حساب باز میکنی مثلا یه دونه تو ایترید یه دونه تو رابین هود یه دونه لایت اسپید هر چیزی باز میکنی اما اینجا چون پولت پخش میشه اون حجمی که با این پاور میگن قدرت و توانایی خرید اون موقع دیگه این قدرت رو نداری و شاید کارت رو سخت کنه در جلسه آینده میریم و با هم نگاهی میاندازیم به اسکنرای موجود